حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. روبرتو میتسولا، رئیس پارلمان اروپا: فقط برای روشن شدن موضوع میگویم، تصمیم ایران برای تحریم اعضای پارلمان اروپا ما را ساکت نخواهد کرد. کاملا برعکس، این عزم ما را برای محکوم کردن ستم رژیم ایران با صدای بلندتر تقویت میکند. تهدیدها هرگز کارساز نیستند، نتیجه معکوس میدهند. فلورین نیتا، معاون مدیر امور ایران در سرویس اقدام خارجه اروپا: فکر میکنم جدید نیست که بگوییم پس از قتل هولناک مهسا امینی و اعتراض متعاقب آن، ما به عنوان اتحادیه اروپا واکنش بسیار سریع و بسیار شدیدی داشتیم. ما نه تنها به صورت علنی با پیام‌های صریح در حمایت از مردم ایران واکنش نشان دادیم، بلکه 7 بسته تحریمی را در مورد نقض جدی حقوق بشر در ایران تصویب کردیم. اودو بولمن، رئیس زیرکمیته حقوق بشر پارلمان اروپا: روزهای همبستگی با مردم ایران را در این هفته پیش بینی کرده ایم و دلیل خوبی هم دارد. امروز، فردا و پنجشنبه چندین رویداد خواهیم داشت که راه‌های حمایت از حقوق بشر، زنان و جامعه مدنی در ایران و تأمل در مورد چشم‌انداز جنبش دموکراتیک ایران و چگونگی واکنش اتحادیه اروپا به چالش‌هایی که ایران در این روزها با آن مواجه است میباشد. کورنلیا ارنست، رئیس هیئت رابطه با ایران در پارلمان اروپا: بسیاری افراد دیگر در ایران وجود دارند، فعالانی که هنوز آنجا هستند و فعال هستند بهای سنگینی را می‌پردازند. آنها به ویژه نگران همبستگی ما هستند. ما باید آنها را تقویت کنیم. اعتراضات چند ماه گذشته اولین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی نیست، اما کیفیتش جدید است و میتوان گفت که شکاف بین دولت و جامعه غیر قابل حل شده است و این خوب است. مشخص شده است که نمیتوان به این شکل ادامه داد. ولید فارس، تحلیلگر مکس نیوز: پاسداران یا سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که مسئول قتل عام و ترور در ایران، خاورمیانه و فراتر از آن است. آنها نمیتوانند و نباید در اپوزیسیون ایران، انقلاب ایران یا مقاومت ایران باشند. اگر قرار است دولت بعدی دموکراتیک باشد، عدالت باید حفظ شود، نه فقط حاکمان تغییر یابند.